دوستان، سپاسگزارم که این کانال رو انتخاب کردید و به حسن سلیقتون تبریک میگم. من رضا هستم و خوشحالم که این ویدیو رو تماشا میکنید. خب دوستان، این ویدیو رو دارم از یک شب زمستونی طوفانی و بارونی شهر اسبرگ دانمارک برای شما ضبط میکنم. تو این ویدیو میخوام راجع به مردم دانمارک با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم، اینکه به نظر من چه خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی دارن. طبق تجربه شخصی من، این دو سه سالی که ما اینجا در دانمارک زندگی کردیم، یه سری مطالبی رو برای شما یادداشت کردم. شاید که به دردتون بخوره از ویژگی‌های شخصیتی، منش، رفتار مردم دانمارک و اینکه روزی روزگاری اگر گذرتون به دانمارک افتاد یا اینکه مهاجرت کردید اینجا یا به صورت توریستی یا هر شکل دیگه اومدید دانمارک، ممکنه که مطالب به درد دوستانی بخوره که میخوام با این دانمارکی‌ها حشر و نشر به قول معروف داشته باشم. دوستان، شروع میکنیم با نکته اولی که من برای شما یادداشت کردم، اینکه این مردم دانمارک خب خیلی خوشتیپ و خوشقیافه هستن. کشورها خیلی کمی هستن که هم خانم ها و هم آقایونشون خوشتیپ و خوشقیافه هستن. خیلی این در واقع استایل و سبک زندگی رو مینتین میکنن، یعنی همیشه سعی میکنن که ورزششون رو برن، جیما همیشه فول پک هست. از این دانمارکی‌ها دارن ورزش میکنن، بیرون میرن، قدم میزنن، در فضای آزاد میرن، تغذیه سالم دارن، استرسشون خیلی کم هست و خلاصه اینا همه دست به دست هم میده تا دیرتر شکسته بشن، جوانتر به نظر بیان، خوشتیپ و خوشقیافه به نظر بیان. به اضافه این که لباسهایی رو که انتخاب میکنن کلن استایلشون خیلی شیک و با کلاس هست به نظر من، و این مثل نروژی هستن. نروژی هم همینجوری هستن مثل دانمارکیان. وقتی که مقایسهش میکنم با سایر کشورها، خوش لباستر هستن، خوش اندامتر هستن، قدشون هم به نسبت بلندتر از کشورهای دیگه است. از کشورهایی که میانگین قدش در فکر کنم تاپ 3 یا تاپ 5، یعنی جز 5 تا یا 3 تا کشور اول دنیاست، بعدش فکر میکنم هلند باشه. و خب اینا همه دست به دست هم میده تا دانمارکی‌ها رو یکی از خوش استایل ترین مردمان دنیا بکنه به نظر من. نکته بعدی که من از زندگی این دانمارکی‌ها به نظرم اومد اینه که کلن نه تنها خودشون خوش قیافه و خوش استایل هستن، زندگیشون هم همینطوری. یعنی وسایل خونه که میخرن، طوری که خونه رو میچینن و دیزاین میکنن، به نظر من یکی از بهترین ها هست در دنیا. من شنیدم جاهای مختلف که میگن وقتی که به وارد خونه های دانمارکی میشی، انگار وارد یکی از این مگزین ها یا مجله های مد شدی، دیزاین شدی، انقدر قشنگ و ترتمیز اینا خونه هاشون رو دیزاین میکنن. کلن سلیقه‌شون خوبه، هم در انتخاب لباس، هم در انتخاب وسیله خونه، و طراحای دانمارکی بسیار معروف هستن. نظر من شاید دلیلش این میتونه باشه که چون استرسشون خیلی کم هست، یه کشور ثروتمنده و خب وقتی که مردم دغدغه نیازهای اولیه‌شون رو نداشته باشن، خب یک لول میرن بالاتر به سمت هنر و دیزاین و نقاشی و این چیزا و موسیقی و اینا میپردازن بیشتر. و خب این شاید یکی از عواملی باشه که مردم دانمارک کلن هنرمند زیاد پرورش میدن. یکی دیگه از نکته‌هایی که به نظر من اومد از رفتار و منش این دانمارکی‌ها اینه که اعتماد میکنن کلن به همدیگه، و شما این اعتماد رو در سطح جامعه میبینید. من یه بار ویدیو درست کرده بودم قبلا، گفتم که مثلا شما میرید از یک کوره دهاتی توی دانمارک میخواد یه وسیله بخرید، میبینید اون فروشگاه هیچ گارد و یا هیچ فروشنده ای نداره، شما هر چی میخواد برمیدارید، پولش رو هم به شما اعتماد میکنه که همون قدر که گفته شده رو توی اون صندوق میذارید. و در رفتارهای مختلفشون میبینید، همین که بچه‌هاشون میذارن بیرون رستوران، خیلی شاید دیده باشه دوستایی که در دانمارک هستن، بچه‌هاشون میذارن بیرون، خودشون میرن تو غذا میخورن، بچه همون بیرون توی کالسکه هست. کمتر کشوری پیش میاد که انقدر امنیت بالا باشه، انقدر اعتماد به هموطنهای خودشون داشته باشن که بچه نوزاد رو مثلا بذارن توی کالسکه بیرون باشه. اگر شما برید کشور ایتالیا یا اسپانیا، حالا من کشورهای یه لول دو سه اروپا رو میگم به شما، مثلا برید اونجاها، توی خیابون هم همینطوری، مثلا همه میخوان سرتون کلا بزنن اگه دقت کرده باشه، اگه توریستی رفته باشه، میخوان بهتون چیز بفروشن و نمیدونم، میان سعی میکنن به قول انگلیسی ها بادرتون میکنن. احساس بدی به شما میده وقتی که توی خیابون های ایتالیا یا مثلا اسپانیا دارن قدم میزنی، و کشورهای در به داغون معمولا اینجوری هستن، یه میان میخوان چیز بفروشن و اذیت میکنن. تو فروشگاه هاشون هم که میه فروشنده ها میان میخوان یه جوری به شما در واقع اون جنس رو بفروشن، حالا نمیخواستم بگم بندازن ولی بفروشن. ولی خب در دانمارک اینو شما
نمیبینین اصلا. اینو میخواستم میگم که در ایتالیا و اسپانیا، یا کشپوچان، من نمیدونم حالا چرا ایتالیا اسپانیا میاد روی زبونم، ولی تجربه بود که من داشتم، اصلا احساس و به قول دوستای ما اینجا اصلا بوی بیاعتمادی در خیابوناش هست، ولی خب اینجا نیست، در دانمارک بوی اعتماد در خیابون‌های دانمارک به مشام شما میرسه بعد از اینکه یه مدتی اینجا زندگی کردید، این رو کاملا متوجه میشید. و به اضافه اون، اعتماد و سر وقت بودن رو من می‌خواستم با هم دیگه بگم، خیلی سر وقت و آن تایم هستن، اگر دیر برسن حتما عذرخواهی میکنن، نه زود میان نه دیر، یعنی آن تایمن دانمارکی‌ها، چون که میگن حتی اگه زود بری هم باز یه جور بی ادبیه، دانمارکی‌ها خیلی آن تایم هستن، مثل سایر کشورهای تاپ دنیا معمولا افراد و سیتیزن های اونا آن تایم هستن. خب دلیل پیشرفت کشورها هم همین بخشناسیشون هست. نکته بعدی این که دانمارک کلا زیاده خواه نیستن، یا جاه طلب نیستن، یا به قول انگلیسی ها امبیشس نیستن، یعنی مثلا اگر به یه سطحی برسن از حالا از نظر مالی، از نظر تحصیلی، دیگه اون رو ادامه نمیدن، چرا که فکر میکنن همینقدر کافی هست و با همون میتونن گذران زندگی بکنن، با همون حقوقی که دریافت میکنن میتونن گذران زندگی بکنن. و این رفتار رو شما میتونید در بحث مالیاتی این کشور ببینید، یعنی هرچی که شما درآمدتون بیشتر میشه، مالیات هم انقدر زیاد میکنن که شما دیگه اصلا پشیمون بشید بخواید ادامه بدید اون امبیشس بودن یا جاه طلبی مالیتون رو. مثلا در آمریکا اینجوری نیست، آمریکا یک جامعه سرمایه‌داری است، ولی دانمارک یک جامعه سوشیال یا سوسیال هست به قول دوستان. جامعه سوسیال زیاد داریم، ولی خب اسکاندیناوی ها یا مثلا دانمارکی ها و همچنین نروژی ها و سوئد هم به همین شکل، اینا مالیاتشون خیلی زیاده، مخصوصا برای اون افرادی که خیلی درآمدشون بالا میره و میخوان یه جوری در واقع جبر رو نگه دارن که لول زندگی شما رو با لول بقیه نگه دارن، بعد در لول بقیه نگه دارن و اون احساس بد رو بهشون ندن. حالا اونا خیلی درویش مآبانه میخوان زندگی بکنن، حالا یه نفر اینجا پیدا بشه بخواد خیلی پول در بیاره، شواف بکنه به قول دوستان، یا لاف بزنه با اون وسایل و اون ماشین و خونه‌ای که داره، سعی میکنن یه جوری سیستم رو تنظیم بکنن که همه تو یه لول قرار بگیرن. نکته بعدی این که در دانمارک کلا دانمارکی‌ها استرسشون خیلی کم هست، یعنی خیلی آروم و ریلکس هستن. و من میتونم به جرئت بگم کسایی که علاقه‌مند به ASMR هستن، دانمارک رو خیلی میپسندن. من این رو به دوستان توصیه میکنم اگر دنبال ریلکسیشن و حالا میگن هند خوبه برای یوگا و ریلکس اینا، ولی من اصلا هند رو توصیه نمیکنم. دانمارک یکی از بهترین کشورهای دنیا برای افرادی هست که میخوان یک مقدار اعصابشون رو آروم بکنن، یک مقدار از استرسشون کم بکنن، چون که مردمش کلا استرسشون خیلی کم هست، خیلی ریلکس و آروم هستن و این احساس خوب رو به شما هم منتقل میکنن. نکته بعدی دوستان بگم که این ویدیو رو خیلی میخوام کوتاه نگه دارم، این که هوگه هست در کشور دانمارک. حالا هوگه چیه؟ هوگه من طبق تحقیقی که کردم و میخواستم یه تعریف درست ازش در بیارم، چیزی که پیدا کردم در اینترنت به انگلیسی نوشته بود در واقع mood of coziness، در واقع میشه اون احساس کوزی بودن و گرم و نرم بودن و اینا هست در کشور دانمارک. خب اینا یه گوشه از خونه رو یه جوری دیزاین میکنن، مثلا شمع روشن میکنن، کنارش گلم میذارن، بعد شراب هم میگیرن دستشون و یه پتو هم میندازن دور خودشون، کتاب هم میخونن تو همون محیط. و به این کلن این امبینس خونه، این محیطی که ایجاد میشه بهش میگن هوگه. و در واقع اگر بخوام فارسیشو بگم میشه همون مقام امن و می بیقش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق. این شعر حضرت حافظ خیلی در فرهنگ دانمارک نمود پیدا کرده. و خب هوگر هم معمولا با دو سه نفر انجام میدن، دیگه ماکزیموم میگن بیشتر سه نفر باشه دیگه خراب میشون هوگه، میشنن کنار هم دیگه و صحبت میکنن و گپی میزنن و کلن هوگه. البته نروژی ها هم هوگه دارن، ولی خب هوگه خیلی در کشور دانمارک در واقع بولد شده توی این 100 سال اخیر طبق تحقیقی که من کردم، و مردم دنیا کلا هوگه رو میدونن که برای کشور دانمارک هست. گفتم شما هم بدونید، بد نیست که اگر دنبال ریلکسیشن هستید بدونید که همچین چیزی در کشور دانمارک هست و مردم دانمارک خیلی به این هوگه کردن، حالا نمیدونم فعلش چی میشه، ولی کلا به هوگه علاقه دارن. نکته بعد این که مردمش فکر میکنن دانمارک بهترین کشور دنیاست دیگه، تا شما از اون از کشور دانمارکی انتقاد کوچیکی بکنید، معمولا سعی میکنن که دفاع کنن، سعی میکنن که توجیه بیارن، خیلی از کشورشون راضی هستن.
خوشحال هستم و اگه شما انتقادی بکنید معمولا سعی میکنن دفاع کنن، اگه دیگه کم بیارن میگن خب چرا اومدی اینجا، خب برگرد همون کشوری که بودی. دیگه نهایتش مکالمه به این صورت ختم میشه. گفتم که اینو بدونه که دانمارکی‌ها خیلی کشورشون رو دوست دارن و در کانورسیشن ها و مکالمه هایی که با اونها خواهید داشت اگر خواستید از دانمارک بعد بگید، یه جوری بگید که خلاصه مکالمتون با اینکه چرا اصلا اومدی اینجا ختم نشه. نکته بعدی دوستان این که خب دانمارکی‌ها و کلا مردم اسکاندیناوی خیلی سخت با شما دوست میشن، ولی من فکر میکنم که اگر شما هدف مشترک باشون داشته باشید، مثلا توی کامیونیتی مثلا دو شخص سوارا باشید، توی کامیونیتی شطرنج بازا باشید، مثلا توی کامیونیتی کتابخونه ها باشید، کلا اگر توی کامیونیتی ها باشید خیلی راحت گاردشون بازه برای شما، برای دوستی، برای مراوده و برای صمیمی شدن. تعریف دوستی برای ما ایرانی ها و برای خاورمیانه ای ها متفاوت هست با تعریف دوستی در کشورهای اسکاندیناوی، ولی کلا طبق تجربه که من داشتم یه مقدار سخت با غریبه ها، ولی با اونهایی که مثلا همکار ما هستن یا کامیونیتی های مشترکی که ما میریم و در اونها شرکت میکنیم کلا خیلی گاردشون بازه، خیلی راحت با شما دوست میشن، با شما مکالمه میکنن، کانورسیشن دارن. اگر شما لنگویج بریر به قول دوستان یا زبانتون خوب باشه، مشکل زبان نداشته باشید، حالا دانمارکی انگلیسیشون خوبه، اگه بتونید باشون انگلیسی صحبت بکنید خیلی راحت آماده پذیرایی از شما به عنوان یک دوست جدید خواهند بود. خب دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. خواستم خیلی کوتاه نگرش دارم، تجربه شخصی رو بگم از این دو سه سالی که در دانمارک زندگی می‌کردم. حالا اگر فرصتی بود، عمری باقی بود، چند سال دیگه اگر هنوز در کشور دانمارک زندگی می‌کردم، میام و یه آپدیتی به شما میدم از اینکه مردم دانمارک به چشم من چطور هستن و چه خصوصیات شخصیتی دارن. و اینکه دوست دارم خط بکنم به این شعر زیبا از حضرت حافظ که می‌فرماید: مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق. جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است، هزار بار من این نکته کردم تحقیق. امیدوارم که همیشه سالم، ثروتمند و سعادتمند باشید و زمانی که حالا دارید هوگه میکنید به فکر ما هم باشید. تا ویدیو دیگه، فعلا خدا نگهدار.